به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بازرگانان کشور، بازرگانانی که عضو شرکت آرادن، بازرگانانی که قرار عضو شرکت آراد بشن و همه تجاری که یک کمی تردید دارن راجع به این که اصلا بازرگان بشن، آیا وارد تجارت خارجی بشن، آیا فضای اقتصاد بین الملل رو بیان لمس بکنن و ببینن چی هست و چطوری این بزرگانی که از نظر ثروت و قدرت و بعدن این ثروت و قدرت رو میارن وارد سیاست میکنن، ذخایرشون و سرمایه اصلیشون رو از کجا به دست میارن. اگه دوست دارن بدونن که چطوریه، من اینجا هستم که اطلاعات بهشون بدم، اینجا هستم که کمکشون بکنم و در خدمتشون هستم. در بحث قبلی من راجع به کشور مالزی صحبت کردم و در بین صحبتام عرض کردم که در کشور مالزی اگرچه بهترین برج سازا و طراحان برج در دنیا رو داره، ولی خودشون در دهه 1960 و 1970 میلادی از خانه ها و کلبه های چوبی استفاده میکردن. حالا برخی از این کلبه های چوبی روی زمین بود، برخیش هم روی درخت میساختن که حالا برخی از دوستان و دانشجوهای قدیمی ما یا بستگان دانشجویان ما که صحبت‌های ما رو گوش کرده بودن و اهل مالزی هستن، خب پیام‌هایی برای من فرستاده بودن که زیاد محبت‌آمیز نبود و به یه طریق نامناسبی ما رو مورد عنایت خودشون قرار داده بودن. اما من منظورم این بود و اگرم سوء تفاهم شده من ازشون معذرت می‌خوام و واقعاًم در یه جای من درست گفتم. عامل توسعه این کشور مالزی آقای مهاتیر محمده که تشریح کردم خدمتون چجوری میخواست 19 ساله مالزی را جز توسعه یافته ترین کشورهای دنیا بکنه، ولی در عرض 17-18 سال این کار کرد و 25% هم بیشتر به اهدافش رسید. من اینم خدمتون بگم، یه روزی با یک استاد مالزیایی که منو دعوت کرده بود در دانشگاه کوالالامپور که یک جلسه ای رو شرکت کنم و سخنران اصلی اون جلسه آقای مهاتیر محمد بود، اون مالزیایی با من به قول معروف صحبت میکرد و یه جوری میخواست توانمندی نخست وزیرشون رو به رخ من بکشه. میگو ما امروز خواهید دید آقای مهاتیر محمد یک ساعت پشت تریبون صحبت خواهد کرد و از روی هیچ نوشته‌ای یک ساعت صحبت میکنه، صحبت تخصصی میکنه. نوروز 1403 بود که من نشسته بودم تو خونم و پیام نوروزی استراتژیست اصلی شرکت آراد برندینگ رو گوش میکردم. البته این موضوع که من عرض میکنم هیچی از ارزش‌های چهار مدیر ارشد این بنگاه کم نمیکنه و والحق و والانصاف چهار مدیر ارشد آراد برندینگ از بهره خوشی بسیار بسیار بالایی بهرمند هستند، چه استاد وحید بزرگوار، چه استاد تالیای بزرگوار، چه آقای مهندس قربانی مدیر عامل و چه رئیس هیئت مدیره و رئیس مدال عمر خود شخص بنده جناب آقای مهندس شعبانی، هر کدوم از بهره هوشی و توان ببینید و توانمندی این رو دارن این چهار مدیران آراد برندینگ که سطح توانایی طراحی استراتژیکشون رو به عملیات و فرایند اجرایی تبدیل بکنن و عامل موفقیتشون اینه. ولی در بالاتر از این چهار نفر فردی هست که میاد یه پیام نوروزی میده، استراتژی تعریف میکنه. خدا را شاهد میگیرم همین دیروز در همین صندلی در همین جایی که نشستم از ساعت 12:30 تا ساعت 3:30 بعد از ظهر من کلاس مدیریت استراتژیک پیشرفته رو تدریس میکردم آنلاین برای دانشجویان دکترای دانشگاه تهران و داشتم از اهمیت تعریف و توانمندی افرادی برای تعریف و تعیین استراتژی صحبت میکردم. خب ببینید مهاتیر محمد یک ساعت بدون کاغذ صحبت میکنه،
استراتژیست این سازمان 4 ساعت بدون کاغذ صحبت میکنه، تکراری هم صحبت نمیکنه، و برای جزئیات سازمان تحت پوشش خودش هدف گذاری میکنه، هم کمی هم کیفی. سیاست ها رو تعریف میکنه، تاکتیک ها و تکنیک ها رو ذکر میکنه. به همین خاطره که من دیشب در یک مصاحبه تلفنی با یک شبکه رادیویی در کشور که داشت زنده پخش میشد گفتم که ما واقعا داریم مثل ماهاتیر محمد. ماهاتیر محمد در مالزی یک اسطوره است، ولی یک اسطوره واقعیه. ما در ایران اسطوره های زیادی داریم واقعی بودن. شما نگاه بکنید در کشور ایالات متحده امریکا یک سرباز یه تفنگدار دریایی خیالی که به نام رمبو، جانی رمبو، یک اسطوره است. آقای رونالد ریگان ازش تمجید میکنه، از شخصیت خیالی رمبو که هم یه هنر پیشه است به نام آقای سیلوستر استالونه. جورج بوش پدر، جورج بوش پسر، کلینتون و ترامپ چقدر از شخصیت رمبو تعریف میکنن و به رخ دنیا میکشن، اما یک شخصیت خیالی است. اگر یک روزی به شما تجار آرادی کسی گفت که ما در ایران رمبو واقعی داشتیم، اصلا شک نکنید که داشتیم. اتفاقا قومی هم بوده، به خاطر صحنه هایی رو که خود من در جبهه های نبرد حق علیه باطل از ایشون از نزدیک دیدم، واقعا داشتیم. اونایی که در کنار ایشون بودن و در دفاع مقدس شرکت داشتن میدونن که شهید مهدی زین الدین که اهل قم و بزرگ شده این شهره یک رمبو واقعی بود. اون سیلوستر استالونه یک رمبو خیالی است. من تعمیمش میدم به کار خود ما. ما استراتژیست واقعی داریم تو این کشور. ما اسطوره استراتژیست واقعی داریم تو این کشور که میتونه اقتصاد و صادرات این کشور رو به حد کشورهایی برسونه که شاید یه روزی فقیر بودن، مثل مالزی. من امروز میخوام راجع به یک کشوری با شما صحبت بکنم که تا حدود 12-13 سال پیش 80% مردمش زیر خط فقر بودن. از این 80% که زیر خط فقر بودن، 40% این مردم دارای فقر مطلق بودن. فقر مطلق یعنی که یک انسانی از آب آشامیدنی، میزان کالوری، میزان انرژی مورد لازم، میزان حقوق، میزان بهداشت، ورزش، از ملزومات اولیه زندگی محرومه. 40% این ملت مشمول فقر مطلق بودن. الان یکی از موفق‌ترین کشورهای همین آسیای غربی ماست و جزء صادرکنندگان بزرگ محسوب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر دقیقاً اینی که اینا 12 سال پیش حرف امسال رهبر انقلاب ایران رو توی گوششون کردن و بهش عمل کردن. اونا 12 سال پیش گفتن تولید با مشارکت مردم. این کشور بنگلادشه. تمام موفقیت فعلی بنگلادش که داره به سرعت خودشو به کشورهای توسعه یافته نزدیک میکنه، تولید با مشارکت مردم. اسمش جمهوری بنگلادش، کشوری در جنوب آسیاست، از شمال و شمال شرق و غرب با هندوستان، از بخش شرقی با میانمار، از جنوب میاد به خلیج بنگال میرسه، پایتختش داکاه. حدود 170 میلیون نفر جمعیت داره، یک کمی کمتر، حدود تقریبا 169 میلیون و 800 هزار نفر، به زودی به 170 میلیون نفر میرسه. هشتمین کشور پر جمعیت جهان رو ما وقتی میگیم 80% زیر خط فقر بودن، 40%شون فقر مطلق داشتن، ببینید در این کشور چی بوده. یه زبانی دارن که زبانشون هندو نیست، یه بخشش از آریایی قدیمه، خط ویژه خودشونو دارن، زبان انگلیسی توشون خیلی رایجه، زبان تجاریشون رایجه، در سیستم آموزش عالی و دادگستریشون از زبان انگلیسی استفاده میکنن. 98% مردمشون هم بنگالن. این کشور قبلا پاکستان شرقی نام داشت که بعد از مبارزاتی که کردن و استقلال خودشون رو در 26 مارس 1971 از پاکستان عقد کردن و به عنوان کشور مستقلی در سازمان ملل متحد خودشون رو جدا کردن. 91% خورده ایشون
مسلمان هستن، اکثریتشون سنی مذهبن، فقط 8% و 8%شون پیرو آیین هندو هستن، تعداد کمیشون هم شیعه هستن. همونطوری که عرض کردم کشور پر جمعیتیه، بنابراین از پر تراکم ترین کشورها نظر جمعیت، به روی زمین های حاصلخیز دلتای رود گنگ واقع شدن، در معرض آسیب ها و طوفان های بسیاری هستن. در سال ببینید چقدر طوفان و سیل به این کشور آسیب میزنه. این کشور از نظر جغرافیایی کاملا توسط هندوستان و توی شبه قاره هند محاصره شده و اصلا شاید هم یه روزی همین مسئله باعث بشه که با هندوستان دوباره ادغام بشه. این کشور در بحث موسیقی، معماری، مجسمه سازی و نقاشی خیلی سابقه بسیار ارزشمند و غنی داره و خیلی جالبه بدونید ادبیات کشور بنگلادش از ادبیات غنی ایران نشأت گرفته. شاید با باورتون نشه ولی حافظ، سعدی، خیام و عطار نیشابوری تأثیر بسیار زیادی در ادبیات بنگالی دارن. خیلی جالبه بدونید بنگلادش سرانه درآمد ناخالص داخلیش 170 میلیون نفر جمعیت، یعنی دو برابر ما، 4550 دلاره. یعنی باز یه 1700 دلاری باز از ایران بیشتره. این رقم همینجوری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. خب با هندوستان 4142 کیلومتر فقط مرز مشترک داره، با میانمار 271 کیلومتر، 580 کیلومتر خطوط ساحلی داره. خب تا سال 2000 عرض کردم خیلی فقیر بودن، به کمک خارجی نیاز بودن. یکی از کشورهایی که به خود بنگلادش کمک مالی میکرد خود جمهوری اسلامی بود. کشاورزی و دامداری بیش از 70% کار این جمعیت رو به خودشون اختصاص میداد. کشت برنج بیش از 3/4 زمیناشون رو به خودش اختصاص میداد. ولی با وجود این حاصل خیزی، چون سرزمینشون سرزمین طوفان خیزی بود، از بین میرفت. در سال 1992 بود که آقای مهاتیر محمد در مالزی روی کار اومد. هم ردیف مهاتیر محمد، اون نخست وزیر معروف و بانوی گرامیه که مادر بنگلادش هم بهش میگن، همزمان با ایشون توی بنگلادش سر کار اومد. طرح بزرگی برای مهار سیلات رو شروع کرد، مسیر رودخونه ها رو عوض کردن، کشت تجاری چای و کنف به صورت تجاری و صادراتی، مخصوصا کنف. بعد ببینیم این کنف چه کار کرد، چه کمکی کرد به اقتصاد بنگلادش. 90% تولید کنف دنیا الان تو بنگلادشه. صنایع مدنیشون خیلی کمه، اما یه مقدار گاز طبیعی دارن. استفاده از نیرو و انگیزه مردم برای به دست آوردن ارز خارجی تحول شگرفی در این سرزمین به وجود آورد. یعنی در حال حاضر اقتصاد بنگلادش یک اقتصاد بزرگ در حال توسعه است. به عنوان دومین اقتصاد بزرگ در جنوب آسیا خودش رو داره نشون میده. از نظر اسمی هم 35مین اقتصاد بزرگ جهانه. از نظر قدرت برابری خرید 25مین کشور دنیاست. در حالی که قبل از سال 2000 40% این جمعیت فقر مطلق داشتن. از نظر سازمان‌های بزرگ مالی دولتی در دنیا مثل بانک جهانی، WBG، مثل IMF، صندوق بین المللی پول، بنگلادش به عنوان یکی از 11 کشور معتبر دنیا محسوب میشه. شاید باورتون نشه ولی این واقعیت داره. بنگلادش یکی از اعضای منطقه آزاد تجاری جنوب آسیا و سازمان تجارت جهانی. در سال مالی 2022-2023 نرخ رشد تولید ناخالص داخلیشون 7.2% بوده. حالا تو ایران از اینی که نرخ رشد اقتصادی منفیه یا 1.3 یا 2% دعواه فعلا، اما نرخ رشد اقتصادی بنگلادش 7.2% بوده. اصلاحات اقتصادی رو از همون سال 1992 شروع کرد، وارد بازارهای آزاد شد، سرمایه گذاری های مستقیم رو ترویج داد. این کشور با استفاده از صادرات پوشاک آماده تونست توی بازارهای جهانی بدرخشه. بالاترین تعداد کارخانجات پوشاک سبز در دنیا که با گواهی رهبری این سازمان پوشاک سبز که بهش میگن LEED یا LEED که از شورای ساختمان‌های سبز ایالات متحده مجوز گرفتن، USGBC از
6 مارس 2004 بنگلادش از 54 کارخونه از 100 کارخونه برتر پوشاک سبز دنیا رو توی خودش جا داده و بنگلادش داره یه صنعت دارویی هم هست که بسیار با رشد زیادی داره جلو میره، با رشد متوسط سالیانه 12% داره میره. و یه چیزی خدمتتون بگم خیلی جالبه، بنگلادش کشوری که فقیر بود، کشوری 80% زیر خط فقر بودن، 40%شون فقر مطلق دارن، یکی از معدود کشورهایی است در دنیا که از نظر تولید دارو خودکفاست. ما مگه نمیگیم جمهوری اسلامی ایران 7.8% ذخایر استراتژیک دنیا رو داریم؟ الان داریم گله‌مندیم که چرا آمریکا به سوئد فشار میاره، به سوئیس و سوئد و نروژ داره فشار میاره که چرا پانسبان زخمهای بچه هایی که بیماری پروانه‌ای دارن رو نمیده به ایران. اما بنگلادش این مشکل رو نداره، بنگلادش در دارو خودکفاست. یکی از مسائلی رو که بنگلادش بهش یارانه میده محصولات کشاورزیه، چون اشتغال زیادی ایجاد کرده در این کشور و الان هم برنامه های موفقی رو در بخش صنعت داره تجربه میکنه. بنگلادش با ثبات اقتصادی کلان خودش، با بهبود زیرساختاش، با اقتصاد دیجیتال روبه رشدش و جریان تجاری روبه رشدش پس از همه‌گیری های رشد قوی رو تجربه کرده. چرا؟ یک کشورهایی بعد از کووید 19 متوقف شدن، اقتصادشون متوقف شد، صادراتشون متوقف شد، ولی یه سری کشورهایی بودن که سرعتشون زیاد شد مثل بنگلادش. تمام کشورهایی که تولید، تجارت و اقتصاد بین المللیشون رو اومدن با مردم مشارکت کردن، شریک شدن با مردم، مردم رو آوردن وسط میدان، فرمایش مقام معظم رهبری در پیام نوروزی، اینا بسیار سرعتی داشتن. ولی کشورهایی که نه، کارخانجات بزرگ داشتن، تجمع بزرگ داشتن، دولت در این کارخانه ها دخالت کرد، اینا این کشورها موفق نشدن. مالیات در کشور بنگلادش فقط 7.7% تولید ناخالص داخلی رو تأمین میکنه. به من اجازه بدید که خدمتتون نگم که در سال 1402 و 1401 و در دولت محترم 13 مالیات چند درصد تولید ناخالص داخلی ایران رو تشکیل داده. کشوری که این همه ذخایر داره، کشوری که این همه صادرات داره، کشوری که این همه توانمندی داره، مشارکت خصوصی و مردمی در بخش صنایع خانگی و صادرات محصولات خانگی 80% تولید ناخالص داخلی بنگلادش رو تشکیل داده. که حالا ما SME هم بهشون میگیم، بعضی هاشون تو حد صنایع کوچک و متوسطن و 90% مشاغل بنگلادش رو اینا تشکیل دادن. من میخوام یه چیزی خدمتتون بگم که براتون تعجب آوره، که صادرات سال گذشته در بنگلادش، یعنی سال 2023، یه بخشی از صادراتش رو با هم مرور بکنیم بد نیست. کت و شلوار مردانه بدون بافت، یعنی پارچه های بدون پارچه های کامبایی 5.6 میلیارد دلار، تیشرت بافتنی 5.28 میلیارد دلار، ژاکت بافتنی 4.12 میلیارد دلار، کت و شلوار زنانه بدون بافت 3.66 میلیارد دلار، پیراهن مردانه 2.52 میلیارد دلار، انواع دارو 2.2 میلیارد دلار. این بخشی از عمده ترین صادرات کشور بنگلادشه و خیلی جالبه، همونطوری که عرض کردم خدمتتون 80% با مشارکت مردم تولید شده. عمده ترین واردات این کشور پنبه بافته شده خالص سنگینه 1.33 میلیارد دلار، نفت خامه، نفت ندارن، ما داریم، عربستان داره، 1.25 میلیارد دلار. پنبه بافته شده خالص سبک و اولی سنگین بود 1.12 میلیارد دلار، بیشترش از ازبکستان صورت گرفته. پنبه رو داره میبره سنگین و سبک به خاطر تولید پوشاک. پنبه خام معمولی حدود 1.1 میلیارد دلار و این کشور با این همه حاصل خیزیش برای تامین نانش مجبور گندم وارد بکنه، 900 میلیون دلار گندم وارد کرده. و اگر به شما بگم که از این 900 میلیون دلار که از نیوزیلند و از 3 تا کشور، نیوزیلند، استرالیا
اینا دوم و سوم بودن، چون نزدیک 500 میلیون دلار از این 900 میلیون دلاری که بنگلادش گندم وارد کرده از عربستان سعودی گندم وارد کرده. یه روز اقتصاد عربستان سعودی رو پشت این دوربین براتون خواهم گفت. کشوری که بیابون لم یزرع بود الان صادرکننده گندم. جمعیتش که خدمتتون گفتم تولید ناخالص داخلیشون سالیانه 1619 میلیارد دلاره، یه چیزی حدود 4 برابر ایران. رتبه تولید ناخالص داخلیشون 25 در کشورهای دنیا سال 2023. سرانه تولید ناخالص داخلیشون رو من عرض کردم خدمتتون 4550 دلار خالص بود، ولی بر اساس نرخ برابری خرید یا پارچیزینگ پاور پایرتی یا پی 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 9416 دلاره که تازه ایران در این بخش زیر 5000 دلار. 12.91 کشاورزی، 29.54 صنعت، خدماتش هم 53.40% که از این 53.40% خدماتشون صادراته، یعنی 40.70%ش 46% صادرات ببخشید، 7.40% هم مربوط به خدمات چیزهای دیگه است. پس ببینید صادرات این کشور نزدیک به 46% تولید ناخالص داخلی رو انجام میده، همه صادراتشون هم خانگیه. اگر شاید این حرف من باور نکردنی بود، ولی تورم این کشور بر اساس سی پی آی یا مدل سی پی آی به حضور شما که در سال گذشته میلادی حدود 9% منفی بوده. ما الان بین دولت و مرکز آمار ایران دعوا داریم که تورممون 40% بوده، 43% بوده یا 60% بوده یا انقدر درصد بوده. تورم بنگلادش به خاطر صادرات پوشاک، به خاطر مشارکت مردم در تولید و صادرات منفی بوده. جمعیت زیر خط فقر هم داره، 18.7% الان داره، ولی در سال 2000 83% مردم زیر خط فقر بودن. ضریب جینی یا توزیع درآمد چون متوسطه، شاخص توسعه انسانیشون متوسطه. 59.8% جمعیت کشور نیروی کار محسوب میشن. خب مقایسه بکنیم با کشور خودمون، 26.68% کار میکنن، 40%شون تو بخش کشاورزی، 20.4%شون در بخش صنعت، خدمات و بخش صادرات بیش از 40%، نرخ بیکاریش 3.53%. بازی حرف تکراری براتون میزنم، نرخ بیکاری زیر 4% یعنی اشتغال کامل، یعنی نیاز اون کشور به واردات نیروی کار. صنایع مادرش هم که همونطوری که عرض کردم خدمتون، منسوجات و پوشاک و صنایع داروییشه که خودکفای، صنایع الکترونیکه، کشتی سازیه، دوچرخه است، چرم، شیشی و کاغذ، پلاستیک، مواد غذایی، نوشیدنی هاست، سیمان، چای، برنج، گاز طبیعی، آهن و فولاد. صادراتش از ما خیلی بیشتر بوده در سال گذشته، 60.5 میلیارد دلار صادراتش بوده که یه بخشی از صادراتش رو خدمتتون عرض کردم، منسوجات، لباس، ماهی و غذاهای دریایی، چرم و کالای چرمی، منسوجات خانگی، داروها، مواد غذایی فراوری شده، پلاستیک، دوچرخه. یکی از بزرگترین صادرکنندگان دوچرخه در دنیا کشور بنگلادشه. شرکای بنگلادش توی صادرات کشور آلمان با 16%. ببینید مقصد صادراتی این کشوری که دو سال 2083%شون زیر خط فقر بودن، ببینید مقصد صادراتشون کدوم کشوره. آلمان 16%، امریکا 15.2%، انگلیس 7.41%، اسپانیا 7.17%، لهستان 5.5%، فرانسه 4.2%، هلند 3.55%، ایتالیا 3.36%. واردات این کشور هم نفت خام، گاز مایع است، میعانات گازیه که یه بخشش از ایران، ماشینالات و تجهیزات بافندگیه. شاید باورتون نشه ولی شرکت ریتر سوئیس که یک شرکت بسیار معتبر و بسیار بروز و با تکنولوژی بسیار بالایی در تولید پارچه و منسوجات برای پوشاک‌های مختلف، شرکت ریتر سوئیس ماشینالاتش بیشترش رو به کشور بنگلادش صادر میکنه، مواد شیمیایی و مواد غذایی.
به کیا صادر میکنه بنگلادش؟ از کیا وارد میکنه؟ از چه کشورهایی بنگلادش کالا وارد میکنه؟ چین با 21.5%، هندوستان 12.2%، سنگاپور 9.2%، اتحادیه اروپا 6.2%، هنگ کنگ 5.5%، سایر کشورها هم 43.3%. اگر خوب به ترکیب بازارهای صادراتی و بازارهای وارداتی این کشور توجه بکنیم، میبینیم که بنگلادش چه کار قشنگی کرده برای اینکه ملتش درآمد بالایی داشته باشن و در رفاه باشن. کالاش رو به کشورهای گرون میفروشه، نیازش رو از کشورهای ارزان میخره. 22.8 میلیارد دلار ارزش سرمایه گذاری های بنگلادش در خارج از کشوره. بدهی های خارجی بنگلادش هم خیلی جالبه، 110 میلیارد دلاره، منتها منفی. بارها خدمتون گفتم بدهی خارجی منفی یعنی که این کشور از کشورهای دیگه طلب داره تو موازنه حساب های بین المللی، و همین الان 20 میلیارد دلار اسکناس 100 دلاری در ذخایر ارزششون هست. حالا اینو میخوام خدمتتون بگم، این همه صادرات خانگی رو چی کار میکنن؟ آیا این 90% مشاغلی که اینا دارن تو صنایع کوچک و متوسط هر کدوم خودشون به تنهایی کالا صادر میکنن؟ نه. چه کسی اینا رو براشون صادر میکنه؟ خب یک مؤسسه که در رأسش آقای ابوالکلام محمد ضیاور رحمان، رئیس اجرایی این مؤسسه چیه؟ این مؤسسه همون آراد برندینگ خودمونه. ما در ایران آراد برندینگ داریم، اونا بپزا دارن، بی ای پی زد ای، همون کاری رو میکنه که الان آراد برندینگ داره فریاد میکنه مردم بیاید این کارو بکنید، بیاید تولید خانگی داشته باشید. خب بیاییم ببینیم که این همه صادرات صنایع کوچک و متوسط کشور بنگلادش، این بخشی که 90% مشاغل رو ایجاد کرده، این همه تولید و صادرات خانگی، هر کس خودش به تنهایی این کار میکنه؟ هر خانواده هر تولیدی رو میکنه خودش صادر میکنه؟ نه. کی براشون صادر میکنه؟ آراد برندینگ. اونتاش نه آراد برندینگ ایران، آراد برندینگ بنگلادش. آراد برندینگ بنگلادش اسم رئیسش آقای ابوالکلام محمد ضیاور رحمانه، رئیس اجراییشه. بهش میگن بپزا، بی ای پی زد ای، تمام صادرات خانگی، تمام صادرات صنایع کوچک و متوسط این کشور رو به عهده داره. بازارسازی میکنه براشون، بازاریابی میکنه، خلق تقاضا میکنه، بازارداری میکنه براشون، بازارگرمی میکنه، بازارگردی میکنه براشون، بازارگردانی میکنه براشون، بازاردانی میکنه براشون، و موفقشون کرده در صادرات. خیلی جالبه، تمام کارخونجات بزرگی که خارج از صنایع و تولیدات داخلی در بنگلادش میان از طریق این شرکت که نقش آراد برندینگ رو در بنگلادش بازی میکنه، صادراتشون رو مدیریت میکنن، بهشون یارانه میده. و خیلی جالبه این کارخونجاته که از این طریق میان صادرات میکنن، دولت 5 سال از مالیات معافشون کرده، به خاطر همینه که این شرکت خیلی موفق شده و اخیراً از طریق دولت بنگلادش دستوری گرفته که شما میتونی جذب سرمایه گذاری خارجی هم بکنی. و اگر به شما بگم، با توجه به شناختی دارم، اگر به شما بگم توانمندیش، نه مدیرش مثل ریاست کل این آراد برندینگ کوش و توانمندی داره، نه مدیران ارشدش مثل 4 تا مدیر ارشد ما بهره هوشی و توانمندی بالایی دارن، به خدا اینجوری نیست، ولی دارن این کار رو انجام میدن. الان دارن یک منطقه ویژه اقتصادی این داره تهیه میکنه به خاطر پردازش صادرات، و همین موضوع باعث شده که در سال مالی 2024 هدف گذاری 65 میلیارد دلار صادرات کشور بنگلادش محقق خواهد شد، به خاطر عملکردی که بپزا داره یا همون آراد برندینگ بنگلادشی. و ما خودمونم این رو تو کشورمون داریم و باید کمکش بکنیم. مسئولین دولتی رو توصیه میکنم، بهشون نصیحت میکنم که الگو بگیرن. بنچمارکینگ یعنی چی؟ ما اصلا تو مذهبم تو برخی مسائل اعتقادیمون تقلید رو داریم، اما از تقلید بهتر بنچمارکینگ. بنچمارکینگ یعنی الگوبرداری، یعنی پیروی از الگوهای برتر. قبل از برگردیم به اون نتیجه کارهای تحقیقاتیمون، قبل از سال 2000
از هر 10 جوان بنگلادشی که میپرسیدن که دوست داری چه کار بشی؟ چه کار بشی؟ قبل از سال 2000 بگذارید برگردیم به اون بحث تحقیقاتی خودمون که همیشه در پایان هر کشوری من عرض میکنم خدمتتون. قبل از سال 2000 از هر 10 جوان بنگلادشی که سوال میشد که دوست داری در آینده چه کار بشی؟ 2 نفر میگفتن دوست داریم پزشک بشی. 1 نفر میگفت من دوست دارم قهرمان کرکت بشم. 1 نفر میگفت من میخوام کشاورز و مزرعه دار بشم. 1 نفر دوست داشت نظامی بشه. 1 نفر به شغل ماهیگیری علاقه داشت. 1 نفر مثل کشور مالزی یا هندوستان دوست داشت مسافر ببره با گاری. 1 نفر دوست داشت کارگر کارخونه بشه. 1 نفرم راننده کامیون. 1 نفرم سایر مشاغل. اما ما میدونیم که یک تحول و یک رفرم اقتصادی در این کشور مثل مالزی به وجود اومد. بعد از دهه 2000 از هر 10 جوان بنگلادشی حالا که سوال میکنن میخوای چه کاری بشی، 2 نفر میگن من میخوام صادرکننده پوشاک، انواع پوشاک به دنیا بشم. 1 نفر میگه من میخوام صادرکننده دارو بشم. 1 نفر میگه من میخوام کارخونه دار بشم. باز 1 نفرم میگه من میخوام پزشک بشم. 1 نفرم باز میگه من میخوام قهرمان کریکت بشم. اینا رو فراموش نکردن. 1 نفر باز دوست داره مزرعه دار بشه. 1 نفرم دوست داره سیاستمدار بشه. 1 نفر دوست داره استاد دانشگاه و معلم بشه. 1 نفرم سایر مشاغل. ما در حال حاضر در آراد برندینگ 2145 نماینده در خارج از کشور داریم که همون کارهایی رو که بازارسازان، بازاریابان، بازارگردان، بازارگرمی کنندگان، رهبری کنندگان بازار، بازاردانان برای بنگلادش و سایر کشورها انجام میدن و در ایران هم داریم، یه 24 نفر رایزن بازرگانی زیر نظر سازمان توسعه تجارت داریم که بارها خدمتون گفتم در پایان برنامه هفتم دولت قول داده اینا به 50 نفر برسن. در بنگلادش 6632 نفر داریم، نماینده تجاری در سراسر جهان داریم برای بازارسازی، برای بازاریابی و از همه مهمتر برای خلق تقاضا برای محصولات بنگلادش که با دستمزد خوب، قیمت مناسب و با کیفیت بسیار عالی تولید میشه. خیلی ها از ترکیه که میرن تفریح میکنن برای خانواده خودشون پوشاک میارن، میگن این لباس زیر که برات آوردیم از ترکیه آوردیم، کار ترکه. این پیرهن که برای شما آوردیم از ترکیه آوردیم، این تیشرت رو از ترکیه آوردیم. اینا هیچ کدوم تولید ترکیه نیستن، بلکه محصولات بنگلادشن که در بنگلادش تولید میشن و فقط در ترکیه و سایر کشورهای دنیا یه مارک بهشون میخوره، یه آرم بهشون میخوره، یه لیبلی بهشون میخوره. و بنگلادش با این کار تونست یکی از 35 اقتصاد بزرگ دنیا بشه. و بازم حرف اوله امروز رو تکرار میکنم خدمتون، ملت و دولت و سازمان ها و تمام ارگان های بنگلادش از سال 2000 به اون فرمایشی که رهبر ایران در سال 1403 کرد که تولید و صادرات و اقتصاد با مشارکت مردم، به اون عمل کردن. عمل کردن، نه که فقط گوش کردن، عمل کردن. تا کشور دیگه ای رو که خدمتون توضیح میدم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. امیدوارم که در زندگی شاد و پیروز باشید. خدایا رو نگهدار شما.